الو، تقی جان داداش، روبرایی؟ روبروشتی؟ نوکرتم ما داداش، عصر میتونی یه تکوا بیای منزل ما؟ آره، نه 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 جان، تلفنی نمیشه، واجبه واجب. آره، من نوکرتم داداش. آره آقا، شماره این بیاتی رو داری؟ بیاتی؟ این بیاتی کدوم بیاتی؟ بیاتی که بیاتی؟ بیاتی؟ آقا اجازه بده من دارم صحبت میکنم دیگه. بیاتی معلم زبان ما بود. خب قد بلنده درازه. خب موش پرکلاغی میکنه، غیر اندفاعی داره. خب داری شماره شه؟ نه نه دارم. کتاب هم نه هیچیه، بلش. آقا این پاس و پوس ما. باشه داداش، حالا اونجا عجله ای نیست که. باشه میگیرم آقا. شما تغییرم میاری با خودت؟ تغییر نه بابا، تغییر بعد از اون ماجرایی که داشت. بس بله دیگه، زنش اجازه نمیده این تا سر کوچه تنها بره. بعد این باید مواظب بهروز باشه، چه میدونم به جای من بره شیف وایسه، خونه رو مواظب باشه. نمیشه داداش، کاش یکم دست نگاه میداشتی ببینیم این قضیه چی میشه، به کجا کشیده میشه. چی به کجا؟ یعنی چی؟ داداش خب بعضی از این فامیلا اومدن پاسپورت رو دادن واسه سفر، هر جور حساب کنی اونا هم پیشنوبند دیگه. آقا من با زنبچه صحبت کردم، اینا معتلن، ساک بستن، سرتیفیکیت من اون بر معتله. من چیکار کنم؟ خب رفیق من اول اینا رو بوک کرده. بوک کرده چیه؟ کتاب کرده؟ نه داداش، همه که شماره پاسپورت رو میگیرن واسه پرواز و هتل اونور دیگه. چند تاشون مردد بودن، من شما رو جایگزین کردم. الان همه گردن به گردن اومدن نشستن تو سالن ساک بسته. آقا هر کاری میکنی من شرمنده زنبچه نکن، من اینا رو قول دادم بده. من چی کار میتونم بکنم؟ فقط خدا کنه خودشون منصرف بشن. البته بازم داداش هر امری تو داری بگو، من دستور بده در خدمت، نوکرت هم هستی. معدوم به والده. بابا دور سرش زیاد خالی نگو، خوشکل بشه خانومش اینو ممنوع خروج میکنه بابا. آقا میگن اونجا دمپایی ابری ما خیلی طالب داره. بله. از اون بر که چیزی نمیتونیم بیاریم. از این بر میشه چند جوک ببریم؟ شروع که نشه بابا. چی داری میگی اصلا؟ این مال 30 سال پیش بوده، الان خودشون دارن به همه دنیا کیف و کفش لباس صادر میکنن. سلام علیکم. سلام. سلام. بفرمایید. پسرشون تلویزیون روشن کن. بود. بذار شبکه خبر. زدن ترکیه رو دانلود کرد. خوب بود. نه منظورش استانبوله. استانبول ترکوندن.
آخ اون آقای کابله که زیر نویس سر انفجار در کابل. نه پسر جان، این که الان فیلم عکسش که نمیرسه که مجبور اینا آرشیوی برن فعلا. من زنگ زدم میدون تقسیم گفتن رفیقا. آخ آخ نقی جان، همه جا الان همینه، لندنش همینه، پاریسش هم همینه. بله بی پدر همه جا رو نام کردم. بله ولی من دارم میگم چرا آدم باید وطنش ول کنه، امترین کشور خاورمیانه رو ول کنه بره وسط آتیش؟ اگه قرار باشه اتفاق بیافته آدم همین علی آباد میره زیر ترلی. اصلا نگران نباشین، استانبولش خبره. رحمان رحیم سریع اون کاری رو که گفتم بریم بیرون انجام بدیم، برگردیم خودم سالن هستم. سریع. کدوم کار؟ شما نمیخواستین کاری انجام بدین؟ جان دایی حالا خوبه صبح تا شب میخوان اینه کش تومون درن، حالا میگن کدوم کن. بیا این فکرامین اینجا نشستن شلوقه، بریم بیرون یه خوره خلوت کن. سریع خود بیرون میرم. چای خوبی انا، یه خود کمهوشم. رحمت جان از من ناراحت نشی ها، ولی من میگم اینا میدونی به چه درد میخورن؟ که اینا رو بزنی سر چوب، این کنجای سقف است، این جایی که دست آدم نمیرسه تا عنکبوت میبنده، این جاها رو با اینا قشنگ گردگیری کنه. رحمت جان، دایی جان بگو ما چی کار کنیم، چه رویی هستیم ما؟ الان با هم میریم، چه جوریه، برنامه چیه؟ بله دایی جان عزیزان، من با این وضعیتی که دارم میبینم دست دل خودم هم میلرزه. شما حساب کن خدای نکرده برداریم شما رو ببریم اونجا به خاطر چهار تا تیکه لباس و تیشرت خطی خشی چیزی رو شما بیفته، کی پاسخگو اینجا؟ بعد میگم نقی جان عالی داری میگی، بسیار عالی داری میگی. اصلا من دارم میگم که یکی دیگه میخواد سود بکنه، یکی دیگه میخواد پول در بیاره، گردن کلفو کنه. چرا آدم باید فک فامیلش دوستش بده دم گلوله؟ با طرف اگه میومد یه پولی به شما میداد یه چیزی، یعنی دستمزد بده. بله آقا، شما الان نگاه کن یه تیشرت، تیشرت وزنش چقدره؟ 250 گرم. بیشتره؟ بیشتر نیست. 250 گرم. 100 ده تومن میخره، 100 ده تومن میفروشه. ها؟ چند نفرین شما؟ نفری 30 کیلو، 30 کیلو، 30 کیلو، 30 کیلو، 30 کیلو، 30 کیلو. ببین مردی چقدر سود میکنه. آقا، ما میخوام یه دکترت بریم دوره هم تفریح، پولش هم که مهم نیست. آقا، دایی جان شما داری میگی تفریح، ببخشینا، الان همه جمعی همه خودمونی هستیم، من دارم میگم وای نه اصلا این غلطا نمیکردم. شما یه مهمونی میخوای بری؟ چند بار میری دستشویی فس فس؟ خب اونجا میخوای چه کار کنی؟ توی چهار پنج روز، یعنی به این قرص و شربت و اینجور چیزا هم گیر میدن؟ آقا آیچک میدونی چیه؟ نه دیگه مشکل. آیچک ببین دوربین میندازن چشم شما رو تماشا میکنن، قشنگ نگاه میکنن، اون وقت اگه ببینن خدای نکرده شما یه مشکلی داری یه دونه میزنن بند گوشته داغ میکنن، قپونی میزنن برمیدارن میبرن. مگه نشون میده؟ نشون میده، مقدار عمل، وزنش، نوعش، جنسش، همه رو نشون میده. دیجیتاله دیگه. خدا شکر که ما این مشکلات نداریم. آقا شما داری میگه این من این مشکلات ندارم، سفیر روسیه این مشکلات داشت؟ این مشکلات نداشت، جلوی تلویزیون درغی زدن انداختنش. بفرم الان به خاطر کودتا اوضاع بسیارم وخیمتر شده. رحمت جان اصلا من احتمال میدم هر لحظه اونجا یه کودتای دیگه بشه. راست میگی نقی؟ والا اینا بدجور ترکیه یا کودتا، یا پخ کنی اینا کودتا میکنن. خیلی هم بمبی ان. من اینو به شما بگم، سه تا بمبی اون میذارن تو فرودگاه، یکی رو کش میکنن، دو تا میره رو هوا. باز اگه شما رو بیمه کرده بود یه چیزی، آدم میگفت خدای نکنه اتفاقی بیفته، یه پولی دست زن بچه شما رو میگیره. ولی آخه اینجوری اگه قاشق رو دست شما بگیرن، یه دونه بخوابونن بی خریشی شما، شما رو بندازن هولفتونی، همین مردی که جنس داده دست شما میاد بگه این کمپوت سیب مال شما؟ نه خدا پدرت بیامرز. رحمت جان اینجا توالت کجاست؟ بالا. بودو بله داداش، نوکرتم. آره دیگه آقا، من شما رو تو اونجا عرض کردم، همونجا برای من مسیج بذاری من نوکرت میشم. جان ما بدون حرف 20 روز دیگه اونجا هستیم. بله آقا، فقط خیالمون راحت دیگه. من نوکرتم. نه آقا من جسارت نکردم. بله میدونم. بله آقا افشین تعریف شما رو خیلی کرده. بله من گفتم چون دو نفر دیگه همراه منم، یه مقداری نگرانن که بشه نشه. آقا امکان نداره نجه، من نوکرتم. چشم من رسیدم، تماس میگیرم داداش. بله ای داری نوکرتم. خدا چی شده چی میگه؟ آقا میگه دستتون رو بذارین تو دست من، رسیدین 48 ساعت بعد پاتن، دو روز بعدم اروپا. تازه گفت اوتیش هم پناهنده میگیره دیگه، حالا خودتون هر جا دوست داشتین. آقا این مردی اطمینانی نبر اونجا وسط دریا ما رو ول کنه. داداش افشینه برده که من اطمینان کردم، حالا بذار ما رو تا اونور ببره، قاطی سوریه ها میشیم میریم دیگه. این همه آدم رفتن اومدن، حالا چهار نفرم شنا بلد نبودن غرق شدن. بد نره آقا، فقط یه چیزی
رسیدین اونجا در لغبازی در نیارینا. نه ترسین پاتون شلشه. نه داداش خیالت راحت، ما همه جوره باهاتیم. برگه با شیونگه با. ای خدا پوله رو چیکار کنیم؟ اونجا تو کم چهار تا کله اصلا میکنیم کل پول گیرمون میاد. با این وره نمیگم، اون وره میگم. اون وره که پولش به دلاره. بدبختیش اینه که این وره قاچاقچی پول میخواد، پولش هم نقد میخواد. دیگه هرچی داریم نری و پولش کنیم دیگه، مجبوریم. حالا از هر کم میتونیم دستی پول میگیریم، به محض این نمره رسیدیم پول مول گیریم اومد بهش برمیگردیم. آقا میدونی من چی میگفت؟ میگفت اگر بتونید مثلا یه مردکی جور کنید که تو ایران جونتون در خطره، خیلی سری پناهندگی میدن. تو عکس دایی تو با پنجلی بری اونجا بگی من تو ایران با اینا زندگی میکنم، درجا بهت پناهندگی رو میدن. آره میگه تو از بین اینا بیا بیرون حیفی. آقا بخو بخو. یادگاره تو به من رنگ غروبه، لحظه های با تو بودن ها چه خوبه. نرو از پیشم، نرو نزار بمیرم. آقا یعنی چی آخه؟ اینا که داد بشب لحله میزنن سرکله میشکنن که بیان ترکیه، الان چجوری کنسل کردن اینا؟ اصلا نمیدونم اخبار راجع به ترکیه چی گفت، همه اینا اومدن پاساشون رو گرفتن رفتن. آقا بابا غلط بیجا کردن اینا، من حساب باز کردم رو حرفشون. اونور بلیط هواپیما رزرو کردم، اونور رجا بدبخت هتل رزرو کرده، بار گذاشتن اونجا آماده است. مگه میشه یک خبری از شبکه خبر پخش بشه اینا همه کنسل کنن؟ خوشحالش فامیلای خودتونن، به من چه ربطی داره؟ تازه من چند بار اومد دهنم برگردم بگم که بار مال ارسطو، گفتم شاید تو خوشت نیاد، دیگه منم هیچی نگفتم. آقا بلکه 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 آقا بلکه، میتونی یه 5 نفر جور کنی 10 نفر بشیم بریم ترکیه؟ من نوکرت سه روزه بریم برمیگردیم دیگه. نفرش جوره داداش، فقط تو آخر شیطون پیاده بشی. آقا اسم نقی معمولی رو نیار، تو رو خدا من ناراحت میشم. داداش یه لحظه اجازه بده، چرا داری لجبازی میکنی؟ بابا جون من رفتی ماشین خریدی، بارت مونده اونور، اینور چک دادی، مردی هر لحظه امکان داره بره پشت واژه چک برگشت بزنه جلب تو رو بگیره. و لجبازی نکن دیگه. آقا من اگه بخوام آدم بیارم که همین الان یه سوت بزنم وسط پاساژ، 10 نفر چمدون به دست آماده است. حالا حتما 10 نفر بلند میشم میام، ولی انقدر 10 نفر تابلو هستن که برسن فرودگاه چمدونشون جیگر زلیخا میکنن. مبینا ستایش بله، اینا رو بده، اینا رو بزن سر جاش. خانم عطایی یه اسپرسو بیار، یه دونه اسپرسو یا نسکافه. اسپرسو دو تا اسپرسو بیار. آقا ما چه گناهی کردیم؟ آقا من نمیخوام با این بشر رو در رو بشم. هی داری میگی تو من با این بشر نمیخوام رو در رو بشم. آقا رو در رو نشو، کی گفته رو در رو بشی با این بشر؟ تو اصلا تو اون سر هواپیما بلیط بگیر، هتل تو یه جای دیگه بگیر، صبح تا شب که میری دنبال کار زندگی، نقی هم که صبح تا شب میره کلاس داوری، خانواده رو ما هندل میکنم دیگه. مبینا این اسپرسو چی شد؟ خدایا آدم پسر خاله شمر ابن زلجوشان بشه بهتر از این که پسر خاله نقی معمولی علی آباد بشه. خدا اوکیه؟ من نوکرت داداش، اینا پاسپورتاشونه، بیزمه شماره پاسپورت رو زودتر بده این خانواده رو بوک کنن. تو همه این کار رو میکنی، ولی این نقی معمولی که من میشناسم دوتا دخترش و این بچه سلمان نمیده. این خط اینم نشون فدایت بشم من. اوکی تا اسپرسو آماده بشه من یه کاری دارم بیرون الان برمیگردم. مبینا ستایش پیرن رو تن مانکن کردین؟ نه. ای خدا ای فنون، 500 حقوق میگیرن همینجور راست راست را میرن دوزم میاد مغازه رو میزنه. نقی جان داداش چمدنت ببن. والا تو من نوکره دا. داداش به من بگن رحمت دست قیشی دیگه. آقا این موتورش خیلی عالیه، الان 80 ستک باش میامونه. آخ نگو داداش، این از اولش هم زیر پای خودم بوده، 10 تا هم بیشتر ندویده. 10 تا زیر پای شما معادل 20 زیر پای آدم عادی. چی میگی؟ حالا یه چیزی بگو تموم شه بره دیگه. من این آخرش یک منو برمیدارم، اونم چون به پولش احتیاج داری. داداش این حداقل 1.5 میلیون قیمتش چی داری میگی تو؟ بله به شرط اینکه ستک خوش از شیطان نرفته باشه. تو نمیتونی دهنت ببندی؟ آقا اینو اوکیش کن ما بریم. سند به نام خودته؟ نه با اسم دایی، من هر موقع بگی میاد امضا میکنه میره. پس من 700 تاشو میدم 300 تاشو بمونه واسه سند. نه بابا این کارو نکن بابا، من احتیاج دارم که دارم اینو میفروشم، این موتور عشق منه. هر جور راحتی، آدم عشقش به پول نمیفروشه. ای خدا آقا داداش خیرشه ببینی. نقی داداش قضیه چیه؟ والا چه عرض کنم داداشم،
در این همه سالی که اون دوتا با هم برادر هستیم شده من از شما چیزی رو درخواست کنم، طلبی داشته باشم؟ آره خیلی. نه نه، من منظورم اینه که شده مثلا من بگم فلان چیز احتیاج دارم، فلان کار بر من انجام بده؟ اوه تو دلت بخواد. نه حالا بگو قضیه چیه؟ من زنم منتظر بود برم خونه. متوجه نشدی داداش؟ آره یواش یواش. چی شد؟ نه متوجه نیستی داداشم. شده شما خودت یه بار بذاری جای من بگی نقیه بدبخت، این نقیه ستمکش چه بدبختی ها کشیده، چه بیچارگی ها کشیده. بابامون الان 10 ساله فیوز پرونده، من نگهداری میکنم، زفته رفتش میکنم، بهبود افتاد مرد، خواهرته، بالاخره بچه هاشه، اینا رو همه رو من نگهداری کردم. خود شما لیلبک دست گرفتی فسفسی شدی، من شما رو ترک دادم. کی شما رو ترک دادم؟ منت سر من نظر داداش دیگه. یعنی چی؟ من همه یه سال درگیر این قضیه بودم، خودم رفتم اینه ثبت نام کردم گذاشتم کنار، پاک پاکم. خوش آمدی داداش، خوش آمدی. بله داداشم من قبول دارم، دست در نکنم، میفهمم چی میگی، ولی من قصه شما رو که خوردم. نخوردم؟ قضیه چیه؟ موز برای من خریدی؟ یعنی چی؟ این شیشه اخلاق تو داری؟ موز برای من خریدی؟ تو به همه چی شک داری؟ یعنی همه برای تو نقشه دارن؟ ما سر جمع به این فکر کردیم که آقا ما 2-3 روز میخواییم بریم تهران دنبال پول خواهرت، شما تو این 2-3 روز این بچه رو نگهداری کنی. تمام به روز نگهدارن؟ آه داداش روم سیاه، من دیگه غیر از تو اطمینانی کسی سراغ ندارم و کسی نداریم. بله خب مگه مجبور همه دست جمعی خانوادگی برین یکیتون بمونه؟ داداشم شما دیگه اینی رو کار نداشته باش که شما بگو آقا در عالم خواهر برادری به خاطر این نازنین خواهر حاضری بچه چه بیروز یه 3-4 روز نگه داری یا نه؟ نه نه باره کرده. چی داری میگی داداش؟ من بچه خط نکرده من کجا ببرم؟ داداش بچه من اصلا اذیت آزار نداره که، یه دشوی اینه که به نقی عادت داره، تو این 3-4 روز با تو عادت میکنه، راحت عادت میکنه. بله بعدم شما آقا خانوم پا به ماه حامله است، این بچه رو بگی دست بگی ببر اونجا عادت کنه، بشوره، این کارو کنه اون کارو کنه، یاد بگیره. چیزی میگی نقی جان؟ من که تنها نیستم که باید با جمیله مشورت کنم ببین اصلا اون قبول میکنه نمیکنه. نخی برادرمون است که کاسب بشو نیست. کاسب؟ قضیه چیه؟ کار میگم، همین کاری که برای توضیح دادم گفتم کار نون آبداری یا کار درست حسابیه، بالاخره یه ورش به همین ماجرا برمیگرده دیگه، ما باید تا تهران بریم برگردیم. میدونم الان کار نون آبداری که میگی چی هست؟ آها این کار نون آبدار آبجی جان، شما بلند شما پماد داره بیار، قرص دوا هر چی بچه داره برده بیار، پماد یاد بده ببین چجوری باید بماله، کجا باید بمونه، چیکار باید بکنه. آها بگیرم بیار یاد بده، من کار رو توضیح الان میگیرم میارم. آره چشمک زدی بابجی؟ چشمک زدم من؟ تا چشمک نزدیم؟ یعنی تو نمیدونی من چند ماه تصادف کردم چشم پرپر میکنه؟ یعنی من اینقدر خاک تو سر شدم میخوام برادر منو گول بزنم؟ ببخش حتما باید نقص منو به روی من میابردی تو؟ ببخشید دیگه، حواسم نبود چیزی گفتم، ببخشید یه موز دیگه بخور حواست بیا سر جاش. حواسم نبود، ببخش. فروشگاه هست که من میرم اونجا نگهبانی. آره من میخوام شما 3-4 شب اونجا واسه نگهبانی بدی. نه من جای تو برم شیف. قبول نمیکردم، 10 نفر رفته بودم اونجا ریسه شده بودن، من بلی پور گفتم الا و بلا داداشم تقی. تمام یعنی کار نون آبداری که میگفتی همین بود؟ داداشم شما مثل که نفس در جای گرم در میان. آقا بهداش جوان با این قد علم یزید من دست گرفتم 50 جا بردم نتونستم براش کار درست کنم، شما که دیگه جای خود دادی. حالا مگه 3-4 شب چقدر میدن؟ پولش اصلا مسئله نیست، مسئله پول نیست، شما این 3-4 شب زمینه این میشه برای کار بزرگتر، برای کار همیشگی. اینا قراره یه فروشگاه بزنن تو خیابون ساری، من قرار سرنگهبان اونجا شم، شما رو برمیدارم میبرم اونجا نگهبانی. تموم شد رفت. حالا درآمدش چقدره؟ میارزه با سبک سنگین کنم دیگه، چقدر میدن؟ داداشم شما مثل که سابقه درخشان خودت فراموش کردی عزیز من. الان هر جا بخوای بری کار بکنی از شما سوء سابقه میخوان، عدم اعتیاد میخوان، چه میدونم بخوای پارکبان کنار خیابون هم شی، یعنی عدم اعتیاد بیار، تازه وقتی ورداری ببری میری تو نوبت، همینجوری الکی نیست. حالا تو اینو پوت کن، هی بزن تو کله من، هی سیرداغش زیاد کن، به خود من پاک پاکم چند وقته؟ من که برادر جان، من که میدونم شما پاکی که، فقط دهن مردم نمیشه بس،
پشت سر شما هم حرف بسیار است. خود دینه بهتر از هر کسی میدونی. خیلی نگو. دیگه نگو. دیگه نگو. هی رفتی همه جا نشستی گفتی برادرم تغییر رو بردم کم. بردم این ای ترکش دادم. تو رفتی همه جا تو انداختی. اصلا به گفتن من احتیاجی نبوده. مردم لبودن یکی رو نگاه میکنن کبوده میگن یارو فلان کار است. این دیگه یه چیز مشخصیه دیگه. شما سنجاق متکار برداری واکنی میگن آقا دو پنج بار واکنی میگن آقا این سنجاق بی خودی وا نکرده این یه کاری داره یه چیزی تو کلاش هست. چه میدونم این خودکار بی حساب برداری این ور اونور واکنی لوله خودکار دستت باشه میگن آقا این برای فلان کار میخواد. اینه این مردم میگن نگیزم بگن من که خودم میدونم پاک پاکم. من اینا رو میدونم داداش. من دارم میگم که یعنی حساب کار دستت بیاد بفهمی که من این کار رو از دست ندی، این امتحان رو از دست ندی. حالا دیگه خود دانی. خب باشه قبول کرد. حالا چیکار باید بکنم؟ شما میری شب خودت به علیپور وقتی من رفتم معرفی میکنی میگی من برادر فلانی هم منم تلفنی با ایش صحبت کردم. میگی من برادر فلانی هم جاش اومدم لباس کارم اونجاست فقط یک چیزی وجود داره این وسط. چی؟ این که داداشان اونجا دوربین داره. آره خب داشته باشه الان همه جا دوربین داره. میدونم میدونم. یعنی میخوام بگم که شما وقتی میخوای بری شما رو میگردن. یه وقت بیسکویتی مسواکی خمیردندونی زعفرونی چیزی ول کن نقی دست وردا تو رو خدا. تو به من اعتماد نداری چرا میخوای منو معرفی کنی؟ اصلا نمیخوای منو معرفی کنی. آره خیلی بهم میاد. آره حالا من تو رو بلند کنی میخوام منو زنگ. من همیشه میخواستم تو رو بلند کنم. بلند این چه سرکله ای برای خودت درست کردی؟ چشم مگه؟ خودت شب یه کفتر کاکل به سر کردی میگی چشم مگه؟ آقا موهای خودم دوست دارم این رنگی باشه مسئله یه؟ یعنی چی میبینی داداش؟ خودش شبیه زن ترام کرده میگه چشم مگه؟ تازه بهش برم میخوره. خدایی بد نشد و خیلی بهش میاد. عزیز من اونجایی که ما میریم این رنگ موی رادی نداره. مگه کجا میریم داداش؟ ما جایی نمیخوایم بریم. میخوایم بریم تهران. بیا جون. تهران تو رو میگیرن سر کله تو رو موهای تو رو میزنن میدرشن کله تاس میکنن. باشه چون یادش رفت زمانی که کشتی میگیره موهاش بلان کرده بود. ادارم دایی تو نگه دار. بخت بیچاره من زنم نمیدونست که او اکسیدانشه چقدر باید بزنه. آره. موتور کو دارم دست یکه بچه ها بیان جو بیان جو خدا بیان جو باله بیان جو موتور دست کی دادی؟ عزیز من بی خودی هجوم نیار. موتور خودم دوست داشتم بدم دست رفیقام. برای موتور خودم باید جواب پس بدم. بای بی تربیت. میبینی داداش وقتی برمیگرم میگم نقیه ستمکش اینه دارم میگم این قلبی آبون اینه دارم میگم من. خیلی خدا داداش من برم رو من حساب کن دیگه. دمت گرم داداش. من برم جمیل منتظر دیرم شد. خدا داداش پس یاد نکنی دیگه. باشه باشه. آره باشه. آره در محکم نزنی با هم. باشه کاشی ها لقا. باشه باشه. نقی نهار نخوردم ماما خیلی لباس جمع کردی اینا رو نمیخوا مگه نمیخوای خرید کنی اونجا؟ خب باید چمدون اونجا داشته باشه دیگه. من گذاشتم اینجا لباس براتون. بیا اینا رو تا کن. نقی چیکار داری میکنی؟ هیچی موینی برگشت به من گفت اونجا از تو آمادگی جسمانی میگیرن. من دارم این پلکم رو ورزش میدم که میترسم برم اونجا یه پرپر کنه جلو مردی حالا بیه درستش. بابا پولم میدن بهت؟ آره بابا پولم میدن. تو این سفر نمیدن ولی تو سفرهای بعدی دلار میذارن لای پاکت تقدیم میکنن. دست در سفرهای بعدی هم مانو میبری؟ بله که میبرم بابا جان. شما درس بخونین قشنگ. میبینی اما جان اینه قرار با کجا بپوشم من؟ سرنوشت میبینی؟ چرا دادی بابا؟ بده من بذارم تو چمد. چروک میشه اما جا میخوام بپوشم من. تو فرودگاه که نمیخوای بپوشی؟ تو فرودگاه میخوام بپوشم. نه بابا تو چه میدونی آرم فیلا تو فرودگاه چه کار میکنه؟ چه کارهایی کم ما را نمیندازه؟ بله که میخوام بپوشم. بذارین تو آفر آرزوشون یه داشته باشم. یعنی چی؟ اون چی گفت؟ تعطیل کن بیا دیگه. چی از ویز تو گوشه تو؟ یه لحظه گوشی. جانم مادر جان. جانم مادرم. کله که قرمز کردی موتوری که نیست نابود کردی. صبح تا شب جیک 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 پای تلفن. تو داری یه کاری میکنی من نمیدونم. آقا من تو رو میگیرم. من کار دارم میگیرم. شبت بخیر.
من الان باید چی کار بکنم؟ آقا جان بلند شو بیا، چمدون تو رو ببند، ساک بهروز ببند، من یه تن آدم چه بکنم؟ باش بلند شو بیا، من دستن ها چشم. اون نون لواشه داری میاری؟ آن دیگه پول اضافی داریم بدیم بالای خوراکی اونجا؟ بالاخره در طول روزی که گشنش میشه یه لقمه میذاره دهن جلوی ضعفش میگیره. ای خدا، ما چه گیری کردیم وسط شما؟ چرا؟ دستکش پلاستیکی برای چیه؟ دستکش مال اینه که بابا رو زفت رفت کنیم دیگه. ما نمیدونیم که دشوری اینجا چه خبره. آدم دلش بر نمیداره. بابا پنجلی هم اگه میخوایم بیاریم. آقا داداش من نمیتونه که هم بهروز و هم بابا پنجلی نگه داره. آقا دستناز اونم. آقا من نمیام خودتون برین اشغال. یعنی چی؟ لوسبازی در نیار، دایی تو ناراحت میشه. بابا پنجلی با تو چی کار داره؟ نقی هست همه کاره اینه میکنه. نقی همه این کاره رو میکنه. نقی که صبح داشته میخواد بره سر کلاس. من میدونم دیگه شما میخواییم پنجلی بندازی گردن من. آبجی جان. جانم دارم. آبجی جان. یه نگاه کن اینجا داری این آفتابه رو بذاری؟ داشت من دارم جا به جا میکنم. الان بذار ببین. نه بابا این کوچیکر گرفتم واسه مسافره. بابا این که آبی نمیگیره که آخه این کوچی که مگه بهروز میخواد بره دستشوی اونجا. داداش من ساکی من جا نداره. بتاش ببین جا داری؟ بذاری چمدون تو. خب چی و جا دارین شما هم قاطی کردین ولکن. همینمون مونده اونور گیت. ساک من باز کنم بگم وات ایز دیس؟ بگم دیس ایز آفتاب پلاستیکی. آقا ولکنین. چش این نردبون آبجی؟ جوونه دیگه داداش. فکر کرده میره مسافرت خارج حالا. داره میره مسافرت خارج دیگه. ترکیه خارج نیست؟ داداش یه ذره با این حرف بزن. من بچه من خوب میشناسم. با این رفیق که بشی هر کاری بخوای برای تو میکنه، اما اگه اینجوری این امر نهی بکنی میدونی جفتک میندازه. مالا این که همش داره جفتک میندازه. بهداشت. بهداشت دوی. بله. بهداشت جان شما الان چند متری؟ یعنی چی مگه من پارچم؟ نه به طور مثال میگم شما الان چند متری؟ دو متر. دو متر دیگه از این بلندتر که نمیشه. اصلا بگی چهار متر، پنج متر، تیر برق. برای من شما این بهروز همین فسخلی میمونی. میدونی؟ میدونی شما بچه بودی چقدر من شما رو سرپا گرفتم، سرخک گرفتی تا صبح من بالا سر شما نشستم. اصلا اولین بار کی شما رو برساری؟ سینما، عقابا. بابای شما که همش سرکار بود، جنگلی بود. من شما رو پول تو جیبی دادم، شما رو نگر داشتم. اصلا دوچرخه، کی برای شما خرید اولین دوچرخه ره؟ آقا من نوکرتم، دستت هم درد نکنه. الان مشکل چی؟ نه مشکل که میگم من که پسر ندارم، تو بهروز برای من اینه پسر میمونی. فردایی میخوای سری تو سرا دراری، میخوای 2000 نون دراری، چه میدونم تو اجتماع بچرخی، با این وزن بگیری، با این سرکله، با این مو، من باید میدونم. الان شما موضع بیاری، سر من عطب تراشی، من آدم خوبی میشم؟ نه دایی جان، نه. یعنی دیگه دست از سر کچل من برمیداری؟ دایی جان، این مو که بان خودته، کاکل که مال خودته، اصلا برو آبی کن، زرد کن، بنفش کن، هر کاری دوست داری بکن. فقط میگم ما داریم میریم سفر، این سفر ره به من و مادرت و بقیه زهر مار نکن. باشه چشم، نوکرت هم هستم. در زم این بابایی که موتور ره رفتی بهش فروختی من زنگ زد. نه هیچ ایرادی نداره، هیچ. موتور خودته، ببر اصلا آتیش بزن، هر کاری دوست داری بکن. ایشالالا برگشتی موتور بهتر میخری. یا اصلا خود بنده کار فیلام درست بشه. موتور که هیچی برای تو ماشین میخرم. به جان فهیمه میخرم. دارم میگم به جان فهیمه میخرم. میدونی من فهیمه رو خیلی دوست دارم. جان دایی میخرم. من نوکرتم دایی. من نوکرتم. من عاشقتم. نه زن این صحبت نکن دایی. ولی خدا وکیلی موتور افتاده بود به خرج. قبول دارم. یعنی واقعا افتاده به خرج لعین بود. آره. من رفتم طرف که آقا این 500 تومن میشم نمیرسه. گفتم 500 تومن؟ حداقل یکی کنیم اینو برمیدارم. آقا شما اول کاری که میکنی میری سند میزنی 300 میگیری که چی؟ که طرف دبه نکنه. چشته جان پس من برم سند بزنم طرف دبه نکنه. دوی جان چش مردم چقدر دبه کار شدن. دوی جان من معذرت میخوام. نه ببخشید. نه دوی جان من یکم تحت فشار هستم هستم. ببخشید.
صد ها گل جدا کردم، تو سینه عطر عشق گل بپا کردم. Just a night, you take my sun, you take my self-control. داداش کاتونی رو به دست بزن. You take my sun, you take my self-control. You take my sun, you take my... جانم سلام مادر، من نوکرت هم. خوبی؟ سلامتی؟ جان مادر قهوه ترک. یه بار میگم ببین مادر، قهوه ترک درسته؟ قربانت، من نوکرتم، خدمتگزارم. چش نه، با شما نبودم. چش چش چش، خداحافظ. آره مامو رنگ کردم، خیلی بهم میاد. سلام 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 داداش. خیلی یه لحظه گوشی با شما نیستم. چه موهایی ساخت؟ خدا وکیلی دمت گرم. من نوکرتم داداش. من کجا بذارم؟ بده رنگ بذاره بالا. بده بذار. جانم 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 عزیزم. ای خدا ای خدا، الان گریه برای چیه؟ ببین خواهش میکنم به من اصلا تشنج وارد نکن عزیزم. خب منم دلم تنگ میشه. ببین شما، ببین بنده گفتم سه چهار روز دیگه یا میام یا خبرم میاد. حرف بری نزدم که. داداش من شما داره بی خود شلوغش میکنی. خجالت بکش، دروغ نگو. به من دروغ نگو، من همه جو بلندت کردم. من تو رو بلند کردم، گفتم نقیه هد فامیله. تو دارم میره ترکیه، اون وقت به دروغ به من میگی من دارم میرم تهران دنبال کار فهیمه؟ من به شما دروغ نگفتم، فقط کل واقعیت نگفتم. من گفتم داریم میریم تهران، الان هم داریم میریم تهران. حالا اگه از اون بار ما جای دیگه میریم امری صلاحیده. حالا کی به شما گفته اصلا؟ همون فک فامیلا که امچیشون کردی جاشونو گرفتی. نقی بهت گفته باشم، من به خاطر آبجی فهیمه بهروز نگه میدارم، اما نه جای تو شیفت میدم، نه دارا درفت خونت آبیاری میکنم، نه از خونت مواظبت میکنم. اینم مورد. خب الان رحمت فکر میکنه چی بین دوتا برادر گذشته؟ زشت آخه. بعد بیا تو رو یه ماش نمیخواد، نمیخواد بلش کن. علیکی میخواد با ماش کردن همه چیز ماسمالی بکنه. فکر من اشما ماچم. من اگه به شما نگفتم به خاطر زنت بود، به خاطر اینکه زندگی تو سرپا بمونه. فردا زنت نگه چرا اینا میرن ترکیه ما رو نمیبرن. من برای این نگفتم. این دفعه رو گذشت، ولی یه دونه از این کتب بخر برام بیار. این که این مال فیلاس، این مال فیلاس، این مال فیلاس. از اینا نمیشه یه جام نمیفروشن، ولی من برای زن تو سوغاتی یه چیز دارم اینجا. نقی تو صد تو چاقو بسازی یه دونه دست نداره. به جان داداش. روده راست فراس تو شکم نیست. ولش. به جان داداش. داداش. زن داداش. آقا ماشین مال کیه؟ مال پسر خالمه. خطی کیاکولاس. گفتن دیگه میریم تهران یه چیز خوب زن بچه رو ببره. زنش هم مریض تهران، میاد همونجا دم فرودگاه ماشین رو تحویل میگیره. روزی 30 تومن ماش. خدا پدرت. نوکرت. سامسونی تو بذارم بالا. سامسونی نمیشه، این مدارک توشه. اینه نمیشه. اینه نمیشه. من خودم اینجا به پرویز جلیلی، به سجاد گودرزی، به همه عکس من سنتوال کن. بفرست بگو بهداشت رفت ترکیه. آره، بگو بهداشت رفت ترکیه. تو پیوی هم بذار. ببین زن داداش، این لباس شب و جمیله پشت ویترینی تن یه مانکن دیده. ببین نگاهش کن عکسشه. این دو روز دیگه عروسی بچه برادرش. اگه تونستی یه دونه از اینا براش بخر بیار. خب جمیله میپوشه مگه اینو؟ آره چرا نمیپوشه؟ ملز مردان زنان سواست. نه من کار به اون ندارم. مگه الان باردار نیستین؟ چسبیده تن مانکن. میدونم تو ایکس ایکس لارج چه بگیر خودش اندازش میکنه. باش باش جان تو چه بچه‌ای من. این کوتو کماد این فراموش نشه. خب جی خب خب اوف خدای مامان بابا چرا عقب عقب میای بابا؟ بده من چند بدونش میخوری زمین ها. بابا بده این چیه زدی به چشت؟ بابا این مال تلویزیون. بده من بذارم داخل. نه این مال تلویزیون. استانبولی. الهی قربونت برم. اینو میخوری زمین ها؟ میخندن بهت ها؟ نه. خب نه که نه. خدا عمو جان بشین. یواش باباش. بده من اینو. نه. اینه که نمیشه کرواته بابا جان، اینه نمیشه. برو بالا. برو اون تبگی بخواب. درش کشاییه. ساکن خانم رو بذارش بالا. تو رو خدا بگو یواش برم. الان تپش قلب گرفته. بابا نگران نباش، من خودم اون جلو نشستم دیگه. برو اون تبیشی. باشه من دیگه به تو زمین خورم. اما تو قد کن دیگه. قربونت برم شما. مواظب خودتون باشین. آجی جان. قشنگ همینجا بریم. پیازاقش زیاد نکن، بریم دیگه بابا جان. خب. بفرما. برو اون تزیه جا میگیری تو. بیا پایین. بیا. بیا پایین. یواش یواش. یواش یواش. ماشاءالله ماشاءالله. داره ببند. نقی داداش، یادت نره، زنده سفارش کن، لباس شب جمیله. لباس شب میگم، فقط شما هم یادت باشه که اونجا دوربین داره، خیلی مواظب باش. شروع کردی ها، بلکن دیگه. حواست باش. برو. مواظب بابا باش. خداحافظ، خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ داداش دیگه. بابا، بابا، مواظب باش. سلامت. ای بلاکش تقیی. Thank you.
فیلم سرقته؟ نه فضولی نباشه، از این سرقت ها خیلی زیاد شده. فیلماش برای منم میاد. چند تا خانم میرن توی فروشگاه سر طرف رو گرم میکنن، یه دونشم یه چیزی بر میداره و میره بیرون. بله بله. نه این فیلم سرقتی نیست، این مدر دوربین بسته مغازه منه. دوربین مدر بسته مغازه منه، بوتیک دارم من، اینا فروشنده من هستن، همه بگیر من هستن. نه سرقتی نیست. آقا الو مبینا ست خانم عطایی، خانم عطایی این لندهور 200 کیلویی الان کیه توی مغازه من؟ مشتری چی؟ علی کی مشتری این؟ بچه خر میکنی؟ به من که دیگه نگو آقا، شنیدی عرصه مقبول میشه ولی اونطورم نیست. آقا این چی مشتریه؟ روزی 10 بار میاد توی مغازه 10 تا تیشرت تن میزنه، آخرش هم هیچی نمیخره میره. همین الان اینو بیرون کنی. نه خانم عطایی من بفهمم آبی گرم شده از این، حتی بلر اون روی سگ من بالا میاد، همه شما رو اخراج میکنم، بوتیکم تعطیل میکنم. همین الان این عذرشو بخواین اخراجش کنین، از مغازه بری بیرون، یا اگر نه من میگم مهران مرواریدی میاد اینو با چوب و دغلک اینو میفرسه بیرون. بله سریعتر. تبی سیباهی مدی مارو جلدن گو دل خوید، تبی سیباهی مکه بایی رنگ گو دل خوید، تنی شیرین مدی فرهادی کوکن گو دل خوید، عشق شیرین زم فولو دمی زن گو دل خوید، های برو های نشو ایار این جانی گو دل خوید، تربی من نمون زندگانی گو دل خوید. الو سلام رحمت داداش، حالت خوبه؟ خوب است. کجایی تو؟ برس کرد کردین؟ آقا چقدر دیر کردین شما. آقا این پرواز خارجی فرودگاه بین المللی، این سواری های علی آباد به قائمشهر نیست، شما هم خواستین حرکت کنین؟ سریع باشین اینا بسوزه، من سریع من حرکت میکنم از شما جلو میزنم. فرودگاه رو بلدی تو؟ ای بابا با اون همه دک و پوز و کله پاچه تو فرودگاه رو بلد نیستی؟ سر تهران پارس چه مرد حساب؟ سر تهران پارس از یک ساعت راهه. نه دیگه، سر افسریه رو میرم سمت اتوبان آزادگان. داداش سر افسریه رو یه خروجی رشته‌ها ببیشی میری مشهد. نقی بسته دیگه، این بشکنش بده. آره سمت اتوبان قم. اینه بزن. نه داداش اونجا هر جا رو گم کردم میپرسم دیگه. از کی میپرسی؟ وسط بره بیا با آدم پیدا نمیشه. میپرسم. دست بجام مفاده تو بشم من. آره سری باش دیگه. ببینم چی کار کردی یا باری کلا. نه داداش من میشه موقع رانندگی با تلفن حرف نزنی؟ چشم باشی چشم قطع کن. آقا من هر جا گیر کردم تماس میگیرم، فعلا قربانت. کی بود؟ حرف میزنم دیگه. آقا من میگم بگو من حالی کنم. دوست من بود بابا، گفت میری سرا تهران پارس از اونجا سرراسته دیگه. دوتا رو نگاه کن، این دوتا گلدون پر پشت نشستن اون پشت، من نمیبینم اصلا. رحمان رحیم. بله. اون دوتا تپه رو از هم دیگه فاصله بدیم من ببینم عقبه. آقا رحمت لطفا یواش برین. آبجی داری میبینی که من 50 بیشتر نمیرم، حواسم هست. چه آبجی هم میکنه؟ با اون موهی نشکرده. آقا رحمت جان 50 ماشین چینی مقابل 150 برای ماشین معمولیه. وقتی میگه رعایت کن خودت رعایت کن. آره اما میبینی تو این آینه بغل ماشین چینی ها چی نوشته؟ نوشته مارک از آن چه که فکر میکنید به شما نزدیکتر است. بابا خانم میگن تو سال 2015 کشتای ماشین چینی از داعش بیشتر بوده. خوبه. آره خوبی که داره آدمو ناقص میکنه. تمام سرنشینان رو کشته برمیگرده. آره دیگه این ماگروفر جنازه تحویل میده. فرق فرق فرق. بس دیگه. هی تصادف مرگ میر داعش. چجوری باز میشه؟ رحمان رحیم پنجره. رحمان رحیم چی بابا؟ عمر جان یه نفس عمیق بکش. اون دراز میگه دو تا قارچ سمی هم واسه خوشم وق وق وق. عرسو بودو؟ نه به جان تو عرسو بود. داداش عرسو تو جاده چی کار میکنه؟ الان سر بوتیکشه. توهم میزنی تو یه موقع ها. ندون به والا. داداش ونو دیدی رد شد؟
آره آره سوار شو گازشو بگیر بریم از اینا باید ما سبقت بگیرم جوری باید برونی که تو تهران تا آینه عقب من نبینم ها شش فقط صفش تیز و بز برات گرفتنش سوار شو فرض کنم شما باشه بریم تو حال هوای استانبول من نمیم براها بح 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 یلار اولدو او حالیم بیله اینو ترور کردم خیلی خوب آقا با گلوله زدن تو مغز این ولی حنجره این هنوز میخونه خیلی خوب دیگه عرسو نبود شد؟ عرسو بود ها سبقت بگی این ماشین نره؟ باش عرسو کجا بود؟ عرسو چی کار داری؟ اصلا باشه ماره چی کار داره؟ بود بود نبودم نه بشر انقر رفته رو روان من انقر رفته رو روان من اینه بختک افتاده رو مغز من هر جا میرم اینه من میبینم باشه نگو آدم فامیل خودش میگه بختک جوری بچه ها من اینو میشناسم دلش تنگ شده داره بهونه میگه خدایش هم توی عرسو خواهی راست میگه آبجی اگر الان اینجا باشه اینا همه چی رو فراموش میکنن میشینن گذشته رو یاد میکنن بله آقا من اصلا مسئله ندارم من اصلا مشکلی ندارم این بشر بودنش بیاد عین یه کوچکتر دست منو ماش کنه پای منو ماش کنه من چه مشکلی دارم چه مسئله‌ای دارم اصلا من یه گوش شکسته به من میخوره که بخوام با یه همچه آدمی در بیفتم بابا کدوم گوشت شکسته مرمار شلوغ نکنی بذاره هما استراحت کنه تا صبح چمدون میبسه آقا برد این ابرام تیر خورده رو قطعش کن آفه زوزه میگه باشه با عصبانی میشی چند بیا دیش خودم میخونم برات نهار نخیده باشه بابا You're my heart You're my soul Again as many many again as all You're my heart You're my soul Again as many many again as all You're my heart You're my یعنی چی؟ این تو واقعا راجع ما اینجوری فکر میکنی؟ خب اگه اینجوری فکر میکنی که من همین الان این رابطه رو کارت بدم لب بدم بله؟ آقا با تو نیستم ببین گوش کن نه تو گوش کن من با کسی که من اطمینان نمیکنه نمیتونم ازدواج بکنم میگیری چی میگم؟ آقا یه ساعت دارم برای تو توضیح میدم دیگه عزیز میگم که بابا این سفر خانوادگیه بابا دایی من هست، زندایی من هست، پنجلی هست، همه اینا هست دیگه چی؟ عکس چی بفرستم؟ مبینه دیگه داری عزیزی هم میکنم زشت، من الان تو آقا من الان تو توالتم با کاسه توالت سلفی بگیرم برای تو بفرستم آخه باشه میفرستم ولی زشته، واقعا ببین مبینه من اینه برای تو سن کردم ولی اینا نشانی علاقه نیست آره نشانی علاقه نیست بله چیده این شرمینا رو یادته چقدر به هوتن گیر داد آخره چی شد نه از تو دارم سوال میپرسم میگم آخره چی شد آخرش ای تو داری به من شرمینا خوشگلاسه نازیلا شرمینا خجالت بکش بدبخت حق داره به تو شک کنه واقعا زشته میخوای حرف خصوصی منو گوش کنید حرف خصوصی چیه من تو توالت میتونم دست بذارم گوشم من تو اینجا جفت دست همه لازم دارم دایم گوشی رو بده من چی؟ گوشی رو بده برای چی؟ آقا مگه به تو شرک نداره خب گوشی رو بده من بهش بگم با مایی حالت کار بکن آقا ببین مبینم من دارم با دای... تو الان به من مشکوکی؟ آقا بیا با دایی من صحبت کن شلال فقط بده من سرانه کن جان هم آبو منو نبری بیرو ریلکس آروم بیرو برو عزیز من برو شرمینا برو من کمربند تو رو ببندم الو سلام سرکار خانم روبرو این روبرو شین سلامت بشین
بند نقی معمولی دایی بهداش فریبا داور بین‌المللی کشتی فیلا هستم. بله 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 به جا آوردیم بنده ره؟ بله بله اتفاقا ما دیشب این فاجعه رو متوجه شدیم و خیلی هم ناراحت شدیم، تأسف خوردیم. من این بچه رو دیدم اصلا ناراحت شدم. بله 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 ما فکر کردیم که احیانا شما دوست داشتین این مدله، گفتی این کله رفته زرد کرده خوش کاغلزری کرده. ببین چی میگی؟ یه لحظه گوشی داشته باشین، گوشی داشته باشین. آقا شما برو ببین پدر بزرگ نونی، آبی، چایی، نوشابه چیزی لازم داری بهش بده. تو با این سن و سال دادم به من با این قد بالا نمیدن؟ نه نمیدن، بره نمیدن. ساری، من ساری رینه کفه دست میشنستم. بله بله من خیلی مشتاقم که پدر شما رو، مادر شما رو، اینا رو زیارت بکنم. بله بله شما یقین اگه بابا رو بگی که نقی معمولی قهرمان پیش کسبتان کشتی جهان منو به یاد داره، یقین به یاد داره جانم. شما تلفن بنده رو داشته باشین؟ خیر هیچ ایرادی نداره، ایراد نداره. یادداشت بفرمایید 0911 چی میگی؟ 200 چلسی تیم چلسی رو شما یاد داشته باشین، یه دونه بالاتر چلسی 1. چلسی چی؟ شما الان داری به موبینا شماره میدی؟ بله بله خیر چه زحمتی. سلامت باشین بابا رو سلام مبسوط برسونید. خواهش میکنم. نه من این پلنگ موازه بشم. آقای جان تمام. بله 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 امری باشه، فرمایش. من نوکرتم. من نوکرم. خدافظ. آقا نوکر کی هستی تو؟ آقا من لسانی همینجوری یه چی میاد میگم الکی واسه من غیرتی میشه. تو خجالت نمیکشی یه الف دختر بعد بگه چرا کلت اینجوری کردی؟ کله رو بشه اینه قلمو درست کردی، خجالت هم نمیکشی. ای خدا غریبی سخت منو دلگیر داره، یار نارنجی جونم، گل جام نارنجی جونم، فلک برگردنم زنجیر داره، یار نارنجی جونم، گل جام نارنجی جونم، فلک از گردنم زنجیر بردار، یار نارنجی جونم، گل جام نارنجی جونم، که غربت خاک نام رفیق از من جدا شد یا رب غیر بد یاره، ای حال اینی آی به غربت و شنا شد با آی بر من دل خواه من غریب مید نسوزم مثل شمینی میشم یا نارم